من متاسفم که آقای روحانی و آقای ظریف یه سری سخنگوی و یه سری وکیل تسخیری در ایران دارن که اونها سعی کردن موضوع رو ماسماریش کنن. آقای خامنه‌ای به صراحت در دیدار با اعضای مجلس خبرگان گفتن افسانه هولوکاست. مصاحبه اون سوالی هم که اون خبرنگار کرد، من وکیل مدافع اون خبرنگار همین سوالی، خبرنگار اشاره به همون صحبت داشت و آقای ظریف رو بد ترجمه شده. من یاد این افتادم که یه مصاحبه آقای رحیمی معاون اول احمدی نژاد با خبرگزاری فارس کرده بود در مورد ترکیه، سر حرفای بی ربط زد وقت ترکیه اعتراض کرد، آقای رحیمی گفت بد ترجمه شده. من نفهمیدم مثلا مصاحبه با خبرگزاری فارس، مصاحبه داخلی بد ترجمه شده یعنی چی. اینکه آقای ظریف قطعا دروغ گفت، آقای خامنه‌ای هولوکاست رو تکذیب کرد، گفته افسانه است. اصلا من نمیخوام بگم افسانه بود، به من ربطی نداره، اما آقای خامنه‌ای به صراحت گفته که افسانه است. آقای این خامنه‌ای تغییر لحن ازش مشاهده میکنیم؟ اینو فکر میکنید اون موقع که حساسیت نسبت به واژه افسانه وجود داشت در این صحبته که نوروز 93 میشنویم؟ کاملا مشخصه، یعنی اومده یک مقدار موضوعش تعدیل کرده، نزدیک کرده به موضعی که آقای ظریف مأمور شده اعلام بکنه. یعنی آقای ظریف هیچ مقامی در جمهوری اسلامی جرأت نداره چیز رو از قول رهبر جمهوری اسلامی نقل کنه، تکذیب کنه یا تایید کنه الا با اجازه خود او. یعنی آقای ظریف در واقع این دروغ رو محض رضای خدا نگفته، محض رضای رهبر گفته که آقای خامنه‌ای هولوکاست رو افسانه نخونده. چرا آقای خامنه‌ای این بحث رو مطرح میکنه؟ به رغم اینکه میدونن که اینا تنش‌زاست، اگه نمیخواد ایشون که سر ماجرا هستی به توافق برسن که این بحث رو باز مطرح، به هر شکل حتی در همین حدی هم که در نوروز 93 گفته، باز واکنش‌های تندی رو به دنبال داشت که ایشون داره اصل ماجرا رو زیر سوال میبره. شما چند تا کار میتونید از آقای خامنه‌ای پیدا کنید که تنش‌زاست؟ چند تا کار میتونید پیدا کنید که فشار به مردم رو زیاد کرده، باعث بی‌اعتباری ایران شده؟ مگه کسی که میاد میگه ملت‌های وحشی غربی وحشی هستن، اصلا کوچکترین ادب انسانی در کسی باشه حرفو میزنه؟ یعنی آقا بس هزینه... بسری است که شما گفتید حکومت به این نتیجه رسیده که بر سر مسئله هستی به توافق برسن و رهبر جمهوری اسلامی هم خواستو داره. اگر چنین هست چرا این حرفا رو ایشون؟ بحث افسانه هولوکاست مال چند سال قبله. نه این بحثی که الان ایشون نوروز نمیتونه تعدیل کرد در واقع دیگه. آره ولی باز داره میگه اصلش از اون تکذیب صریح که میگه افسانه میرسه به اینجا، نشون دهنده این که ایشون هم فهمیده که موضع چجوری، موضع خودش و موضع کشور مقابل چی. البته من در اینجا بگم این که حالا اگه یک نفر هولوکاست رو تکذیب کرد بدون انگیزه سیاسی یا بدون انگیزه دشمن تراشی، حالا بیان همه دنیا بهش حمله کنن، من کارم قبول ندارم. حالا یه نفر چیزی رو تکذیب کرده، اما در داخل همین جمهوری اسلامی آیا کسی آقای خامنه‌ای میگه که کسی جرئت نداره در مورد هولوکاست صحبت کنه؟ کسی هنوز جرئت داره در مورد جنگ ایران عراق صحبت بکنه و واقعیت جنگ رو بگه؟ ما تو همین برنامه چندی پیش برنامه در مورد هولوکاست داشتیم و خیلی بحثا مطرح شد، همین چیزایی که میگن نقدهایی که نمیشه، در همون برنامه در همین جا این بحث مطرح شد، در آمریکا مطرح شد، حالا انتقاداتی که به اروپا مطرح میکنن در مورد اونم صحبت شد که دلایلش چیه. ما نمیخوام وارد اون بحث تاریخی بشیم، صحبت بر سر این هستش که آقای خامنه ای چه چیزی به دست میاره از این تکرار این بحث در مورد هولوکاست. من اگه این حرفا رو نمیزد چه اتفاقی میفته؟ ببین عرض میکنم آقای خامنه ای یک خصلت کینه جویی داره، یک خصلت که بگه من میتونم هر چی بگم. یعنی ببینید بعضی کارهایی که در جمهوری اسلامی انجام میشه، آقای خامنه ای میفهمه وقتی میاد در مقابل دوربین ها میگه قضیه 3000 میلیارد کشتری بی حیثیتش میکنه، اما اونقدر اون غرورش که بخواد بگه من هر کاری بخوام میتونم انجام بدم. این که در جمهوری اسلامی یه آدمی رو میگیرن 24 ساعت با 100 میلیارد تومان آزاد میکنن، این جز انگشت در چشم مردم کردن و اظهار گردن کرفتی چیز دیگه نیست. یعنی شما برای بسیاری از کارهایی که در جمهوری اسلامی میشه منطق پیدا نمیکنید. اینا به یه جایی که میرسن که دیگه در حال خفه شدن هستن، مثل قصه تحریم ها ناچار کوتاه میان و اونقدر هم کوتاه میان که در محافل خودشون هم از همدیگه شرمندگی میکنن. واقعا توافق هسته‌ای که الان شده، من با شما موافقم به دلیلی که فشارها رو از رو مردم ایران برمیداره، اما به شدت تحقیرآمیزتر از توافقی که در 10 سال قبل در دولت خاتمی داشت انجام میشد. ولی آقای علی لاریجانی الان سکوت خفقان آور میگیره. اون موقع میگفتش که دور غلطان دادیم و آب نبات گرفتیم، الان سکوت میکنه، حتی از روحانی حمایت میکنه. در واقع سابقه سالهای گذشته نشون میده هر وقت به موضعی برسن که احساس خطر در موجودیت خودشون بکنند، از همه چی کوتاه میان. فرق هم نمیکنه مسئله 18 تیر سال 78 باشه که جوونا بیان تو خیابون آقای خامنه‌ای احساس ترس کنه، بیاد گریه کنه، از طریق گریه در تحریک کنه بیان تو خیابون به نفعش، یا مسئله هسته‌ای باشه. ببین مسئله هسته‌ای آقای خامنه‌ای تا 2 روز قبل از انتخابات هم گردن کشی میکرد، اما به یک بار کوتاه اومده. آمریکا در این مدت که به نظر من کار درستی هم نکرده، تعدادی از تحریم‌ها رو اضافه کرد در همین مدت مذاکرات هسته‌ای، ولی باز هم ایران کوتاه اومده. نشون میده که در جایی که موجودیتشون به خطر میفته، مطمئن باشید من همینجا به شما میگم، جمهوری اسلامی برای حفظ موجودیت خودش اگر لازم شد با اسرائیل هم رابطه برقرار خواهد